از حمله موشکی سپاه به اسرائیل در دهم مهر ماه بیش از یک ماه میگذره و تا الان تمام میزبانی از نمایندگان فوتبال ایران تو آسیا گرفته شده. در همه مسابقاتی که تیم‌های ایرانی میزبان بودن با محروم شدن از حمایت هوادارانشون باید با پرداخت هزینه‌های زیاد، حالا از پرواز هواپیما گرفته، بلیط‌های هواپیما، اجاره ورزشگاهی که می‌خوام برن مسابقه بدن، رزرو هتل، استخدام حراست و انتظامات، حمل و نقل و پرداخت مبالغ هنگفت خب که بعد برای قرارداد با شرکت‌های تصویربرداری پخش مستقیم ماهواره ببندن، بعد یک کشور بی‌طرف به میدون برن، هزینه‌هایی که میتونست به فوتبال ایران، به ورزشگاه‌های از رد خارج شده و غیر استاندارد ایران کمک کنه، میتونست فوتبال پایه ایران کمک کنه، به خود این باشگاه‌ها میتونست کمک کنه تا بازیکن‌های بهتری رو به استخدام بگیرن یا شرط تمرینی بهتری در زمان تمرینشون داشته باشن. حالا به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی از دارایی‌های مردم ایران در واقع داره هزینه میشه و پرداخت میشه. به هر حال امروز تیم پرسپولیس تو هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا از ساعت 7:30 به وقت تهران تو ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به عنوان میزبان به مصاف تیم القرافه قطر رفت. در نیمه دوم در دقیقه 53 بود که با یه پرتاب اوت دستی وحید امیری و گلزنی فرشاد فرجی پیش افتاد. فکر می‌کردن که خب این اولین پیروزیشون در لیگ نخبگان رقم خورده، ولی فقط این خوشحالی دو سه دقیقه طول کشید و دو سه دقیقه بعد با اشتباه خط دفاع پرسپولیس گل تساوی رو خوردن و بازی 1-1 تمام شد. پرسپولیس تو 4 دیداری که در لیگ قهرمانان آسیا کلا در دیدارهای قبلیش مقابل القرافه بازی کرده، از سال 2009 که نلووینگادا بود یا سال 2012 که مصطفی دنیزلی بود در لیگ قهرمانان آسیا، 2 برد داشته، 3-1، 3-0، یه تساوی 1-1 و یه باخت 5-1 زمان نلووینگادا. این پنجمین تقابلش بود که انجام شد و دومین تساوی این تیم. پرسپولیس تو این دوره از رقابت‌ها، یعنی تو لیگ نخبگان، یه تساوی 1-1 مقابل پاختاگور فقط به دست آورد هفته دوم و یه امتیاز داشت و 2 شکست 1-0 هم برابر تیم‌های الاهلی عربستان و از صد قطر 6 امتیاز اونجا از دست داد و با این تساوی که مقابل القرافه امروز به دست آورد 1 امتیاز گرفت. با 2 امتیاز جایگاه خوبی اصلا نداره، 2 شکست و 2 تساوی. نماینده دیگه ای ایران استقلال در لیگ نخبگان که از دقیقه پیش، الان دقیقه 25 نیمه نخست هستش، که در کینگدام آرنای شهر ریاض به مصاف تیم مدعی الهلال عربستان رفته. همونطور که سرمربی الهلال پیش از این دیدار گفته بود نیمار بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت طولانی شاید در این دیدار در نیمه دوم به میدون بره. به هر حال گل اول رو ایران در نماینده ایران یعنی استقلال در دقیقه 16 دریافت کرد، 1-0. الان از تیم مدعی الهلال عربستان عقب هست. به هر حال هفته چهارم لیگ نخبگان امروز تموم میشه با این دیدار. هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا 5 آذر ماه دنبال میشه و استقلال تو اون هفته پنجم میزبان پاختاکور ازبکستانه که به احتمال زیاد باید بره امارات و با توجه به بازیایی که هست در زمین الوصل شاید به مسافه پاختاکور بره. ولی پرسپولیس 5 آذر ماه تو هفته پنجم لیگ نخبگان میهمانه و تو زمین الریان قطر در واقع مسابقه میده. فردا و پس فردا هم رقابت‌های فوتبال سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشه. تو هفته چهارم 2 نماینده فوتبال ایرانی، سپاهان و تراکتور، بعد به عنوان میزبان تو قطر به مصاف حریفانشون برن. سپاهان اصفهان برای مسابقه دادن با شارجه امارات در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا مجبور شد به قطر بره و میدونی که مشکلات انتخاب ورزشگاه میزبان توی کشور بی‌طرف حالا برای تیم‌های ایرانی گذشته از هزینه‌های اضافی دردسرهای دیگه هم داره، چون هر شهر و کشور یا هر ورزشگاهی رو که انتخاب می‌کنن به عنوان میزبان، هر کدوم خب به هر حال به دلایل مثلا همزمانی میزبانی همون تیم صاحب اون ورزشگاه با بازی تیم‌های ایرانی یا مثلا آماده نبودن چمن استادیوم برای هر بازی، به هر حال بعد به چمن استراحت داد، آمادهش کرد، بعد مسافت، پیدا کردن زمین تمرینی، مشکلات دیگه هم باعث شده که واقعا تیم‌های ایرانی حق انتخاب زیادی نداشته باشن و برای همین سپاهان فردا تو زمین تیم القرافه تو کشور قطر میزبان تیم شارجه هست. سپاهانی که هفته پیش با استعفای مورایس از کمک مربیش برای هدایت این تیم، حالا بعد دستیارش در واقع استفاده می‌کنه، دستیار مورایس. تیم تراکتور تبریز هم خیلی کوتاه اشاره کنم که در همین قطر روز چهارشنبه 16 آبان ماه میزبان روشن تاجیکستان خواهد بود. به هر حال شرایط تیم‌های ایرانی است به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه از میزبانی محرومن و هوادارانشون هم بایستی از تلویزیون دنبال بکنن
بازیکنان محبوبشون رو. متاسفانه.